بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی بریم یه ویدیو با هم ببینیم I am not Morgan Freeman and what you see is not real Well, at least in contemporary terms it is not What if I were to tell you that I am not even a human being Now, what do you see? گرفتید چی شد؟ پایینیه یه ویدیو از خودش ضبط کرده با استفاده از خوش مصنوعی تصویر کس دیگه ای رو گذاشته روش شما فکر میکنید اون کسی که داره صحبت میکنه اون بالایی است یعنی اگر فیلم پایین رو نمیدیدی خیلی طبیعی میگفتی اون بالایی داره صحبت میکنه و فیلم خودشه داریم به کجا میریم به اینا میگن دیپ فیک یا جعل عمیق تو اصری که اصر رسانه است عصر خبره یهو منتظره یه خبری هستی مثلا آقای فلانی میخواد صحبت کنه دکتر فلانی استاندار فلان رئیس جمهور رئیس قوه قضاییه فلان کارمند فلان مجری تلویزیون فلان سلبریتی یهو یه ویدیو میاد بیرون میاد حرف میزنه توضیحاتی میده شما میبینی این 180 درجه با حرفهای قبلیش فرق میکرد ممکنه این دیپ فیک باشه حالا تا بیای اثبات کنی که آقا این من نبودم این چیز دیگه ای بود این هوش مصنوعی بود اون کار خودش کرده یعنی اون بهره برداری خاص خودشو کرده و تمام. هوش مصنوعی انقدر مهمه که دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت جدید نکاتی رو پیرامونش اشاره کرده. بریم ببینیم چی گفتن. امروز هوش مصنوعی با یک شتاب حیرت دهنده ای یعنی از متحیر میشه از شهاد. شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده و داره پیش میره خب دستگاه های ما الان دستگاه های مختلف ما نظامی و غیر نظامی از کوش مصنوعی دارن استفاده میکنن بره برداری میکنن اما این ما رو فریب نده در مسئله خوش مصنوعی بهره بردار بودن امتیاز نیست لایه های عمیقی داره این فناوری باید بر اون لایه ها مزلت شد اون لایه ها دست دیگرانه اگر شما نتوانید لایه های عمیق و متنوع هوش مصنوعی رو این فناوری رو تأمین کنید فردا اینا یک ایستگاهی مثل ایستگاه اتمی آژانس اتمی درست میکنن برای هوش مصنوعی که الان دارن مقدماتش دارن فراهم میکنن که اگر چنانچه اون که رسیدید باید اجازه بگیرید از نظر من هوش مصنوعی از بمب اتم مهمتره میدونی چرا چون دشمن به واسطه اینکه جلوی پیشرفت هسته تو رو بگیره بمب اتم رو مطرح کرد که سنگ کنه حالا این هوش مصنوعی فقط تو دیپ که نه توی صنعت توی کشاورزی توی معدن توی پزشکی تو همه چیز به کار میاد تو صنایع نظامی شما هر کاری رو امروز داری میبینی آقا همین اسقاطیل تو غزه داره با هوش مصنوعی بمباران هوایی میکنه با همین هوش مصنوعی ردیابی و مسائلی از این دست طرف رو تو فلان نقطه دنیا ترور میکنن بدون درد و خونریزی کسی هم نمیفهمه پس اگه دیر به جنبیم روزگاری میشه که مثل همین انرژی هسته‌ای سنگ اندازی میکنن میگن نه شما نباید به این برسی شما میخوای کارهای خطرناک بکنی خودشون رفتن هسته ای شدن بمب اتم هم ساختن تو میخواستی هسته بشی به دانش هسته برسی استفاده سلامیز کنیم گفتن نه تو میخوای بمب اتم بسازی این خطرناکه انواع و اقسام و تحریم ها هم اعمال کردن که جلوی پیشرفت تو رو بگیرن حالا اگر تو در هوش مصنوعی بخوای ده سال بعد قدم برداری عقب موندی تو همین مناظرات انتخاباتی تنها کسی که من دیدم درباره هوش مصنوعی صحبت بکنه دکتر سعید جلیلی بود این نشون میده که این آدم چقدر تسلط داره به اوزا همین یوتیوبی که شما هر روز ازش استفاده میکنی با هوش مصنوعی تشخیص میده فلان ویدیو کپی رایت داره یه ساعت ضبط کردی مثلا یه چند ثانیه یه گوشه یه تصویری چیزی مال کس دیگه است با هوش مصنوعی تشخیص میده میگه ویدیو شما کپی داره شما فرض کن سه میلیون کانال درآمدزایی تو یوتیوب هست اینا هر کدوم میانگین در روز یه ویدیو بذارن هر کدوم هم یه دقیقه من نمیگم زیاد چند تا کارمند لازم بود تا بیان بشینن و تمام محتوای دنیا تو ذهنشون باشه یعنی اینقدر حافظشون قوی باشه که بدونن این محتوا مال کیه اون یکی محتوا مال کیه بعد بیان یه ویدیو یه دقیقه‌ای رو بشینن تماشا کنن ببینن آیا تو این کپی هست یا نه هوش مصنوعی چقدر کار رو ساده کرده همش تو فلون بخش از هوش مصنوعی استفاده کنید در فلون بخش دیگه حق ندارید استفاده کنید اینجوری زرنگای دنیا دنبال این چیزها هستن فرصت طلبا و قدرت طلبای دنیا یه آژانس هوش مصنوعی هم وجود میاد اون وقت اجازه نمیدن که شما از این منطقه عبور کنید خودتون باید برسید به فناوری های عمیق و جرف این مسئله لایه های زیرساختی لایه های زیرساختی هوش مصنوعی رو باید در کشور دنبال کنید اون کسانی که مسئول این مسائل هستن انشاءالله اینا رو دنبال کنن یه صحبت مهمم درباره فضای مجازی داشتن اونم ببینیم برنامه تمام فضای مجازی یک دنیای جدیدی است دیگه شما بیشتر از بنده هم حتما مطلعید یعنی فضای مجازی دیگه امروز مجازی نیست امروز یه واقعیتی سوی توی زندگی مردم روز به روزم داره پیش میره اون چی که مهمه این است که در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشه اینی که بنده گاهی گفتم فضای مجازی رهاست وله این به خاطر اینه رهاست که طرف توی همین فضای مجازی دو میلیون فالوور داره تصاویر نیمه برهنش رو میذاره به بهانه فروش لباس زنانه تو تو عرصه عمومی دیگه فضای مجازی خصوصی نیست که بگی آقا مال خودمه پیجت که خصوصی نیست که پیج عمومیه اومدی تصاویر رو میذاری بعد نوشته تابع قوانین جمهوری اسلامی یه عده شارلاتان شدن اصلا کلا شارلاتان بار اومدن یله و رهاس بعد میای به پسر 13 ساله میخوای گیر بده که تو چرا به بلوغ زودرس جنسی رسیدی خب با جلو چشش گذاشتی داره میبینه دیگه دختر خانم شما چرا تو ده سالگی اینجوری شدی اه بابا این در معرض دیدن همین چیزاست چالش های اینستاگرامی هم که دیدی دیگه حیا رو کلا دادن خب میبینه این به بلوغ زودرس میرسه از اون طرف لینکو میفرستن آقا کلیک کن سهام عدالتت انقدر شده کلیک میکنه میره حسابش رو خالی میکنن اون یکی میاد رمز ارز معرفی میکنه آقا بخر پول داشی سرمایت هزار برابر میشه اگر الان یه میلیون بخری سه سال بعد 777 میلیارد تومان داری خب میره دار و ندارشو رو میخره میاد شش ماه بعد میزنه تو سرش بستری شده برای کلاهبردارا یه گروه دیگه میان تهمت میزنن توهین میکنن لجن پراکنی میکنن تخریب میکنن یه بابا نامزد انتخابات ریاست جمهوری یه مملکت بلقوه رئیس جمهوره مثلا پنج نفر شیش نفر هشت نفر ده نفر نامزد شدن بعد میاد لجن پراکنی میکنه علیه یه نفر دو نفر سه نفرشون کسی هم آقا بالا چشه دبروه همین الان تو تلگرام طرف کذاب اسم کانالشو گذاشته صادق میاد هرچی دلش میخواد علیه مثلا یه کاندیدای خاص میگه کسی هم نمیگه بالا چشه دبروه حالا این رهبری در ادامه چی میگه؟ حکمرانی بر اساس قانون یه قانونی اگر ندارید قانون رو به وجود بیارید بر اساس اون قانون زمام کار رو به دست بگیرید همه دنیا این کار رو میکنن میبینید دیگه این جوون بیچاره رو فرانزوی ها یعنی انقدر تا این حد سختگیری انجام میگیره آقا داره اشاره میکنه به پاول دروف مدیر تلگرام که تو فرانسه بازداشت شده حالا یه دی اومدن میگن اسقاطیل گفته بازداشتش کنید طرفو میگیرن زندان میکنن تهدید میکنن که 20 سال محکومیت به تو خواهیم داد این برخورد این هست که حکمرانی اونا رو نقض کرده نقض حکمرانی قابل قبول نیست شما یک کشور در اختیار شماست که وظیفه در قبالش دارید معمولیت در قبالش دارید نمیشه حکم را شما رو نقض کرد نباید نقض کنه این مسئله اینه من به این مناسبت فضای مجازی که من حرف خودم رو اون مبنای خودم رو گفتم قبلا هم گفتم جور دیگه بعضیا تبین میکنن یا میفهمن یا نمیخوان بفهمن اما حرف من اینه باید, باید قانونمند بشه فضای مجلسی در کشور اون وقت قاحت رو فرصت اگر ما توانستیم حکمرانی قانونمند در فضای مجلس داشته باشیم فضای مجازی برای کشور میشه یه فرصت همینا رو سعید جلیلی تو مناظرات انتخاباتی میگفت یه دیمدن بودن این طالبان است در مقابلش چی گفتن؟ گفتن آقا فیلترینگ رو برمیداریم همونا الان اومدن تو دولت ممکنه تهدید بشه قابل توجه نمایندگان عزیز در مجلس که از سالها قبل رهبری مدام روی این فضای مجازی تأکیداتی داشته اما معلوم نیست اونجا داره خاک میخوره ظاهرا امیدواریم که این صحبت ها به گوششون برسه دوباره و بهانه برای کمکاری نداشته باشن یا علی التماس دعا خدا